پیروزی تورات تحریف شده در کودتای پنج منظوره سقیفه. 1. قرآن کریم در آیه 11 سوره شورا می‌فرماید: لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. اما در تورات تحریف شده آمده که خدا آدم را به صورت خود آفرید. 2. قرآن کریم در سوره فجر می‌فرماید: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای بنده دارای نفس مطمئنه به سوی خدای خیش رجوع کن. اما در تورات تحریف شده در سفر اعداد باب 10 آمده که موسی گفت: ای خداوند، تو به سوی بنی اسرائیل رجوع کن. 3. قرآن کریم در سوره انعام می‌فرماید: لا تدرکه الابصار، دیده ها از درک او عاجزند. اما در تورات تحریف شده در سفر پیدایش باب 35 و در سفر خروج باب 34 آمده که خداوند برای انسان ظاهر می شود و گفتگو می کند. می بینید که صدها آیه مجعول توراتی که مخالف صریح قرآن است پس از کودتای پنج منظوره سقیفه سر از 3500 منبع حدیثی و تفسیری وهابیون درآورده و ماهیت این کودتا را برای جهانیان روشن ساخته است. اینک به عنوان نمونه برخی از آیات جعلی تورات که به عنوان حدیث صحیح به خورد مسلمانان مظلوم داده اند را ذکر می‌کنیم. صحیح بخاری خبر 1145 و جلد 8 صفحه 205 و صفحه 187 و صفحه 178 و صفحه 182 و جلد 6 صفحه 33 و جلد 2 صفحه 47 و جلد 9 صفحه 181 و صفحه 183. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 112 و 115، سنن ابو داوود خبر 1315 و 4733، سنن ابن ماجه خبر 1366، مسند احمد ابن حنبل خبر 7595، سنن ترمذی خبر 446. لذا باید گفت: انا لله و انا الیه راجعون.